در همین مورد بیشتر صحبت میکنم با مهمانان من آقای سعید عبدالمقدم امین آگاه روابط بین الملل که در استودیو سوام تلونیوس حضور یافتند خلیل احمد نادم آگاه مسائل سیاسی که از طریق خط اسکایپ وصل شدن و خانم روحگل افغان همچنان فعال حقوق زن که از طریق خط اسکایپ با ما وصل شدند مهمانان گرامی درود بر شما خوش آمدین به برنامه آقای امین اگر بس را با شما بکنیم امروز نشست دوحه آغاست میشه و قرار است یک بار دیگر بر سرنوشت مردم افغان و جغرافی های افغانستان رای زنی صورت بگیره انتظارها از این نشست چی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم بارز حرمت سبست. خوب مشخص است که افغانستان هنوز هم در میراق توجه جامعه جهانی است و نشست دو هم که تحت اشراف سازمان ملل متحد پیرامون اوزای افغانستان صورت میگیرد میبشه که یک نوید خوبی برای صبات و اعتماد افغانستان در سطح یا در محیط بین المللی باشد بیشتر از که حضور نمایندگان امارت اسلامی در این نشست میتونه یک گامی مثبتی بعد از گذشت سی سال در محافل بین المللی باشد هر یک کدامی از این یک نوید میده برای ثبات و برای اعتماد و برای رفتن افغانستان به طرف سیستمی که در افغانستان در سیستم جهانی باید وصل شود و نقطه‌ای که قابل بحث است در کل سازمان ملل متحد چند نقطه را بسیار برجسته ساخت به عنوان هدف این نشست یکی که افغانستان افغان ها باید در میان خود صلح داشته باشند یعنی با صلح در افغانستان زندگی کنند و بعدا با صلح با جهان زندگی کنند این اصطلاحات میتونه ابعاد و یا تبعات مختلف داشته باشه به هر حال ما مطمئن هستم که نمایندگان امارت اسلامی و نمایندگان کشورهای منطقه و نماینده سازمان ملل متحد یک تصویر واقعی از افغانستان ارائه بدن و در روشنایی این تصاویر بتوانند ثبات افغانستان و امنیت افغانستان و یک تشریک مسایی میان افغانستان و یا یک ارتباطی تنگاتنگی میان افغانستان و کشورهای منطقه و جهان ایجاد نمایند. سپاس گزارتان خانم افغان شما صحبت های آقای امین را شنیدین گفتن که تاکید دبیر کل سازمان ملل بر این که افغان ها در میان خودشان ابتدا صلح بکنن و اجماع در داخل افغانستان شکل بگیره می بپرسم آیا این صلح با بنوان افغانستان شکل گرفته صورت گرفته در حالی که میدانیم در نشست دوم دو پیش شرط امارت اسلامی بود که دیگر جناها از جمله نماینده زنان حضور نداشته باشه وقت این شرط پذیرفته نشد نمایندگان امارت اسلامی تحریم کردند حسره. خانم شریفی سلام خدمت شما و بیمامان عزیز و شنویندگان به صورت خاص زنان افغانستان که از هر عرصه زندگی یا حض و محروم شدن آه آه حالا که میبینیم حتی از تعین سرنوشتشان وسط بین مللی هم در در سبب حذف شدن هستن و در این کنفرانس و این نشست حذف شدن میایم به سوال شما که محترم میمان شما فرمودن که یک نوید بر ثبات افغانستان است وقتی که صدای مردم افغانستان در اجندا شامل نباشه و صدای نصف نفوذ جامعه افغانستان در این نشست ایهت مسئول حاکمان فیلی افغانستان در اجندای خود نداشته باشه او چطور تو که در افغانستان نوید ثبات و صلح را بیاره و چطور میتونه به گفتیم سازمان ملل متحد که افغان باید در صلح زندگی بکنن وقتی که حاکمان امروز بر قشر زن صلح را در پیش نداره و او را در آشیه و در خانه به چار شانده و او را در, حضور بین الملل بر اعاده حقوقشان در بحث نمیگیرن بنان ثبات در افغانستان تا که حاکمان فیلیه کې ته میخیان با فتا اومدان او اضافه فتره درن او مردم افغانستانه در غنیمت گرفتند یا باید اول بره با مردم افغانستان هم صدا باشن صداي ملت افغانستانه داشته باشن تا بتوانن د سټیج های بین مللی در کانفرنساو نشسای بین بین مللی با داشتن صدای مردم با حضور پویای مردم و جوان قش جوان و زنان افغانستان تا بتانه که در بحث باشه با ارتباط باشه تا با جهان آشتی کنه وقتی که با افغان در آشتی نیستن با جهان به هیچ صورت در آشتی شده نمیتونه که بازی ملحوظات وجود داره که از تمام پروتکل های بین المللی و کانون افغانی سازمان ملل عدول شده و او در نظر گرفته نشده در این نشست و حقوق زن که زن را که در ماده 21 اعلامه اعلامیه شورای امنیت از هر تمام دولت ها را برای رفع او مکلف دانستند او در نظر گرفته نشده تبیز جنس جنس جنسیتی وجود دارد تبیز به هر نوع تبعیز که در این اعلامیه ای ای سخت است او به کمال تاسف حاکمان امروزه در پیش دارند سپاس خانم و در خدمت قرار نگیرند به هیچ وجه ثبات و نوید سلح در افغانستان وجود نمی داشته باشه سپاس گزارتان. آقای نادم شما می دانین که در نزدیک به پنج ماه گذشته در نشست دوم دوها در سازمان ملل یاد کرد که نامه های از سوی امارت اسلامی دریافت کرده که در اون نامه ها پیش شرط های بوده برای حضورشان و اگر این پیش شرط ها پذیرفته می شد حق گفتگو با دیگر اقشار افغانستان از اونا سلب ساخته می شد می شما در نزدیک به پنج ماه چی تغییر کرده که الا ساز سازمان ملل پیش شرط ها را پذیرفت و آجندار باب میل امارت اسلامی تهیه کرد سلام خدمت شما بانی شریفی گرامی خدمت میمانان برنامه هم تان و بیننده های تلویزیون وزین طلوع سپاس ببینین این حسال قدرت خودش یک, یک ظلم و جنایت است در هر کشور که میخواه باشه این اثار قدرت شما ببینید که چند ماه میشه که تاریخ تعیین شده برای جلسه سوم دوه آیا این رهبری امارات اینا با کسی ششتن اینگی افغان ها تنها تنه طالب ها هستن یا چل میلیون نفوس افغانستان است آیا در داخل افغانستان شخصیت های مطرح فهمیده استادای های پانتون متخصص متعید وجود نداره که اینا مشوره میکنن ما چی بگیم و چی نکنیم خودش این اصحار قدرت نشان میده که یک آیت از اینجا میخزه بیره بدون که با ملت مشوره کنن مشوره ملت بگیره قاسای ملت در نظر بگیره من فکر نکنم که به یک نتیجه اینا برسن به خاطر چی نمیرسن برای که شما نیم جامعه افغانستان شما حذف کردین شما حق درس بر طفل نمیدین شما حق پانتون خواندن بر زنها نمیدین شما حق کار نمیدین حق مشارکت سیاسی زنها را شما نمیدین وقتی که شما به اندازه این اثار قدرت رو پیشه شما چطور نتیجه میگیرید گیریم که کشورهای جهان رفتن همراهتان چیشتن؟ شما چی نتیجه نمیگیرین در صورتی که ملت افغانستان از شما رضی نباشه آقای نادم بس است انوز به شرط های جهان برای تعامل بیشتر و رسمیت دادن به امارت اسلامی پا جا هست و در بیشتر موارد امین کشورهای جهان یاد میکنن که انوز پیشرفت صورت نگرفت از سوی امارت اسلامی برای تامین خواستهای جهان چی تغییر کرده که جهان الا آمده و تمکین بیشتر نشان میته امتیازدهی میکنه بر امارت اسلامی؟ خب گپ سر از این که که ادعا میکنن که ما امنیت آوردیم امنیت در افغانستان نیست تا امنیت خود تن امنیت فیزیکی نیست امنیت اقتصادی مطرح است امنیت روانی مطرح است امروز جوانای ما رو به فرار هستند، اینا اینا کلش ریاست های پاسپورت ببینین که چقدر صفای ساده از پشت گرفتن پاسپورت و رفتن از این کشور امنیت اقتصادی رو ببینیم که مردم به چی وضعیت قرار داره تنها نمیتونیم امنیت فیزیکی رو امنیت بگیم برش بنان من فکر میکنم تا زمانی که ملت رضی نباشه ملت رضی رضی نساختن و مشارکت درست ملت در نظام نباشه در اون صورت شما نمیتونید که بگید که ما،, ما حکومت هستیم شما حکومت نیستیم شما بله کار خوبی هم کردین مثلا جزایر قدرت از بین بردین تیکدارای قومی را پس کردین مردم از گیره و از خلاص کردین ای خود جای شک نیست که کار کردین ولی اینا خود همه کار نشد شما کار به علش کی سپردین یعنی گیریم که پروژه های بسیار بزرگ اقتصادی رو میارین تو اسود کی عملی میکنین اگر متخصص نباشه در پلویتون بنا اینا هم میگه سوالی است که بعد اینو جواب بدن برای ملت افغانستان سپاس گزارتان آقای امین صحبت ها را شنیدین نارضایتی ها انوز از آدرس اتباع افغانستان که حالا ادقل اقای نادم و خانم افغان حضور دارن یاد میکنن و میگن که بیشتر از این باید امارت اسلامی کار میکرد به دیدگاه شما چرا تا حالا باید ها و نباید ها ادقل در داخل افغانستان تشخیص نشده و شناسایی نشده که حالا به دنبال نشست های بیرونی هستیم ما هم به عنوان یک شهروند انتقادات عزیزان ما تایید میکنیم این یک واقعیت است که نمیشه این کار کرد ولی ولی باید درک مایی باشه که این نشست یک نشست تصمیم گیری نیست این نشست روی ساختار سیاسی در افغانستان بحث نمیکنند این نشست روی ایجاد قانون اساسی در افغانستان که ارتباط به تکلیف شهروندی در میان همه اقشار جامعه میکنه بحثی صورت نمیگیره این نشست طوری که از صحبت های دبیر کل سازمان ملل متحد شنیده شد یک راه ارتباط در جوامی بین المللی است که خب ما فکر میکنم از اینکه نمایندگان امارت اسلامی اگر شرکت نمیکردن شرکت کردنشان بهتر است اما،, اما, آقای امین میخوایم پرسش داشته باشم چرا این نشست از موارد کلیدی گذشت و اکتفا شد بر از اینکه تبادل پیام ها صورت بگیره شما حتما صحبت های روز گذشته آقای مجاهد را قبل از سفر کردنشان به قطر شنیدین گفتند که این نشست برای تبادل پیام ها میان امارت اسلامی و جامعه جهانی است چون یک سکتگی خیلی عمیق وارد شده بود این سکتگی میخوان که از میان برداشته شود و در سوی دیگر گفتند که موارد کلان و مهم و کلیدی افغانستان به بحث گرفته نمیشه و اشاره داشتن که قرار نیست تصمیم گیری هم صورت بگیرد در حالی که انتظارها در نشست اول و دوم دوه این بود که ادامه این نشست ها افغانستان را به نتیجه میرسانند همین قسمی که ایالات متحده امریکا یک قدرت اجمونی در منطقه و جهان است روسیه هم بالمقابل یک قدرت بسیار بزرگی در منطقه و جهان است و قدرت سیوم شما ببینید که افغانستان دست کم نگیرین یک طرف قضیه در معادلات جهانی است قضیه افغانستان نیم قرن است که با دنیا درگیر است اینجا گاهی پیمان وارسا که مدود 20 سال افغانستان در گرو خودش داشت بعد از او ایالات متحده امریکا و ناتو 20 سال دیگه به شیوه دیگه افغانستان به نوعی ای در انحصار داشت و الان یک فرصت ایجاد شده حالا هر عواملی که شما در این مورد برجسته میدانید یک تحولی ایجاد شده ما, ما باوری که یک فرصت ایجاد شده که باید روی عزیز صحبت های بسیار کلیدی و اکادمیک صورت بگیره ما مطمئن هستم که الان ببینید این جلسه متعلق به کشورهای منطقه نیست و متعلق به امارت اسلامی نیست این رفت میگره به سازمان ملل متحد که نمایندگی از تمام کشورهای جهان میکنه یعنی خوب اونها به نتیجه رسیدن که خوب قضایه افغانستان یا های بسیار پیچیده است که باید قدم به قدم است به است به پیش برود لازم دیده شد که یک جلسه غیر تصمیم گیری و نهایتا یک جلسه مشورتی ایجاد شود یک تفاهم ایجاد شوه و ترسی هر دو طرف از این طریق از بین برد تا در یک فضای مسالمت آمیز صحبت و تبادل نظر شود ما فکر می که این یک گام بسیار مثبتی است و سازمان ملل متحدم قرار به این نیست که افغانستان به یک راهی ببره که تمام اخشار جامعه را در نظر نگیره و ابعاد گوناگونی ساختارهای بین المللی را در نظر نگیره فرهنگای مسلتی جامعه را در نظر نگیره و بعضی شما به اصطلاح حقوق بشر و حقوق زنها و خانیم ها را در نظر نگیره ما مطمئن هستیم که اینها یک پی دیگر قدم و قدم راه حل خود پیدا میکنه بگذارین همه خود ما خوشبین باشیم که افغانستان گفتم بار دیگر در میراق توجه جامعه جهانی است بتونیم حرفای زمان بزنید. شما بله، بله، کی... اما آقای امین شما میدانین که از زمان حاکمیت دوباره امارت اسلامی تا اینجای کار همواره این مسئله یاد شده که افغانستان در محراق توجه کشورهای جهان قرار داره شما میدانین که نماینده ویژه کشورها آمدن به افغانستان نشست های منطقه‌ای و بین المللی برگزار شد این نخستین نشست نیست بالاخره که حداقل در نزدیک به سال گذشته برگزار میشه ن... تا اینجا کار چی نتیجه داشته که باز هم مردم افغانستان یک بار دیگر خوشبین باشند شما ببینید امی که در افغانستان جنگ خاتمه شده اعلان میشه شما بعضی نقطه را نادیده نگیرین و در این مدت چیزی کم سی سال اودودن امنیت اینجا تأمین است بازم ما براتون به سراحت میگم به این معنا نیست که ما بگیم از امارت اسلامی یا از وضعیت کنونی کاملا حمایت میکنیم ما بزرگترین انتقاد در جایگاه خودش می داشته باشیم و انتقاد ما بتونه جنبه اصلاحی باشه شما اگر بحث مخالفین مطرح کنین ببینین هیچ هیچ نوع مخالفین یک یک جبهه اینها به رسمیت از میان هر جبهاتی که بود از طرف جامعه جهانی و یا گروه و یا سازمان ها و یا حتی کشورهای همسایه به رسمیت شناخته نشه که در برابر امارت اسلامی یا مجموعا وضعیت فعلی افغانستان در مبارزه قرار بگیره و سازمان ملل متحد و تمام نشست هایی که در امریکا، اروپا و یا روسیه، چین صورت میگیره ما این اصطلاح را بار بار تکرار کردم که دید عمومی این نیست که در صدد حذف امارت اسلامی یا طالبان باشند یعنی در صدد اصلاح و پیشرفت افغانستان است من فکر کنم که یک روی یک راکارها صحبت شده و من مطمئن هستم که هنوز فرصت های خوب پیش رو داریم گای شما از دستانه ها میشنوین که مخالفین آمده هستند که یک راه های گفتگو باز و هم کشور های منطقه حتی روسیه، چین، استرالیا، اتحادیه اروپا و ویژه آمریکا و در مجموع سازمان ملل متحد یعنی ما فکر کنیم یک فضای خوبی ایجاد شده الان هم امارت اسلامی هم از راه زور صحبت نمیکنه و اگر خدای نخواسته بیا تمام یک اقشار کاملا منفی بکنه تبیس که همه میتونیم که مخالفی این روند بوده باشیم یعنی خلاهای وجود داره ولی در نهایت من فکر کنم که همه طرفهای درگیر به شمول کشورهای منطقه در صدد یی هستند که افغانستان در در نظام در سیستم جهانی وصل شود و روابطش با کشورهای منطقه و جهان قانونمند باشه و اختلافات داخلی در افغانستان حل شود و یک راه های ارتباطی مذاکره بین الافغانی ایجاد شود و یک تصویر کلی از نظام و ساختار سیاسی برای دنیا تعریف شوه و این روی تمام این بخش ها ما فکر میکنم که کار ادامه داره سپاس گزارتان نیمه روز ادامه دارد اما پس از رفت و برگشت کتا ادامه نیمه روز و بحث را بیننده هستید خانم افغان شما باز هم صحبت های آقای امین و آقای نادم را شنیدین می خواهیم بپرسم بر حالش یک بار دیگر کشورها آمدن بر قضیه افغانستان رایزنی میکنن و نماینده های از امارت اسلامی هم این بار حضور دارد دیگر بهانه از این نیست که طرف اصلی قضیه وجود نداره یا غایب است فکر میکنین که حداقل امین نشست ها آنچه آقای امین خوشبینی یاد کردن گفتن که میتونه یک روزنه ای باشه برای تعامل بیشتر یا ایجاد تفاهم یک چنین خوشبینی فکر میکنین که وجود داشته باشه یا حداقل عملی شود ما به هیچ وجه انتظار ندارم از کدام نتیجه مثبتی که به نفع مردم افغانستان از این بحران ها بحران ها که خود زبی مجاهد فرمودن وقتی که می رفتن به مطبعات گفتن ما سر بحران مردم افغانستان حرف می زنیم افغانستان در بحران سیاسی اقتصادی مشروعیت دولتی و و, و انواع اقسام بحران ها قرار داره اه 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 ای جلسه حضورتان تن کنم که نشست کنفرانس است نه جلسه مشورتی ما چرا خود بازی میدیم مردم افغانستان همیشه قربانی است قربانی سیاست های پنهان حاکمان در افغانستان و جامعه بین المللی همیشه در, در معامله هستند اگر مثلا مشورتی می بود باید حاکمان فیلیه با, ملت و نماینده ملت و مختخصی سین در افغانستان مشوره می انتظارات مردم افغانستان منعیس آداف قرار میداد. و ای اضافه در آجندا شامل میکرد و اه اه یک مسئولیت ایحت که او سیاسی باشه مثلا وزارت خارجه شما ببینید طالبا یک گوینده که پیامبر دولت است برای ملت او را می ایحت روان میکنه عالی که او, او مسئول سیاسی نیست بنا ما مردم افغانستان همیشه لقت مال هستیم، سرنوشت ما بازی میشه و خود سیا... توسط سیاسین ما ما را در بازی قرار میده بنا این ای جلسات و نشست ها با کمال تاسف نه از جانب حاکمان فیلیه انتظارات مردم در نظر گرفته شده اهداف تعیین شده باشه و از او ساخته شده باشه که اهداف خودش مکانیزم است و ما به او رسیدن و کسای مسئول دو اشتراک بکنه عالی که معاون سازمان ملل متحد یک خانم است او پیش میبره ولی با, با او سطح باید یک حیحت هم روان می شود از افغانستان ای در نظر گرفته نشده حالا که نشد به دیدگاه شما خانم افغان می دانیم که این نشست هم پشت درهای بسته برگزار می شود و تبادل نظر صورت می گیره. آنچه که مجاهد یاد کرده پیام رسانی صورت می گیره چقدر شبیه نشست های صلح دوها است که 18 ماه تمام میان نماینده از امارت اسلامی جامعه جهانی امریکا و از حکومت گذشته افغانستان صورت گرفت و نتیجه هم دیدیم ما قبلا ارز که دنیا با آکمان افغانستان در معامله هستند معامله و... بر سر چی خانم افغان؟ معامله بر, بر... تعیین تقیل... دکتورین استراتیجیکی عبر در منطقه در جغرافی افغانستان که جغرافی تاریخی را تختی خیز برای اهداف قرار دادن و این بازی را در 47 سال سر سرنوشت افغانستان نقشه افغانستان و مردم افغانستان کرد پس آن امارت, امارت اف... اسلامی تا حالا مطرح میکنه که وقت کشورهای جهان خواستار از میشن که در افغانستان حکومت فراگیر شکل بگیره به دنبال مهره های ساخته یا افراد هستند که دکته و از سوی کشورهای دیگر این میتونه واقعیت داشته باشه ببینید، افغانستان با کمال تاسف تاریخ گذشته بررسی نمیکنم در تاریخ 47 سال همیشه بازیچه سیاسیون ما سیاسیون نداشتیم نه متخصصین وارد در مسائل بحران داخلی افغانستان و معلومات یعنی تخصص بین المللی ما افراد و اشخاص جنگ سالارا را آوردیم سر قدرتاشان و قدرت و جزیرای قدرت ساخته شته واسطه په پشتیبانی ملل جهان 18 کشور و با سنويشت مردم افغانستان په بازی بر اهداف استراتیژیکي ابرقدرتاه قرار داده بودند نو جیبادہ پر کدان او بلاخرم امروز در کشور نيستان و ازي جمله خودي حاکماني فعليت ک طالب اسن دمو بازی شامل اس و فعلا هم یا میگه که ما از اشغال خلاص شدیم از اشغال کلتور و تاثیرات عرب و امریکا به هیچ وجه فارغ نیست و یا خو مسلمان اسلام خالص در افغانستان ادعا دارن تطبیق میکنن برای مردم افغانستان نباید درویه بازی کنن سرویه بازی کنن اگر مسلمان استن واضحن برای مردم افغانستان بوکه خدا معامله سرهتان روان است په بل اخر مردم افغانستان امروز باز هم سرنوشتن به بازی گرفته شده و یک جلسه را به نام مشورته میکنه و یک شرب ولی مسئول بخښنی دو کلمه کفی اضافه کنم مسئول حقوقی سازمان ملل متحد 990 نامشامل از در فکرم نیست که ماده بود گفتما طالبان را از قرن ششم باید بکشیم حال فعلا جهان مصروف این نمیسته که مشکل خوده با طالب حل بکنه یا از قرن ششم یک دفعه بیرو بکشه که باز نرمای جهانی را کتش و حقوق بشر را کتش در معامله بگیره که با کمال تاسف ملل دی در 47 سال این وظیفه را در قبال افغانستان انجام داده سپاس گزارتان آقای نادم اگر شما هم به باور آقای خانم روحگل افغان باشین فکر میکنین محامله بر سر چی صورت میگیره؟ جهان اگر به دنبال ازی باشه که مشکل خودش را با حکومت سرپرست افغانستان حل بسازه و قضیه افغانستان چالش های مردم افغانستان به دید جهانی گرنگی نداره و ارجیت نداره پس مسئله افغانستان و مردم افغانستان را چه کسی حل خواهد کرد؟ متاسفانه که سرنوشت مردم افغانستان در غیاب افغانستان رقم زده میشه شما ببینید اگر به تاریخ برگردیم امو که سیاهی پای شوروی سابق به افغانستان کسان که قصد شکست خود در ویتنام از شوروی ها بگیره و امو ترتیب با زمینه روش روسا مساعد کردن که پای امریکا به داخل افغانستان باشه که بازی به اصطلاح قصد شکست خود در افغانستان از امریکا بگیرد. این معامله متاسفانه به این شکل روان است آلی هم هر کس برای مقصد خود دلبری کند از غم مردم افغانستان کس نمرده امریکا می که در اینجی دست باز در افغانستان داشته باشه افغانستان می یک جغرافیه بازدارنده در مقابل چین و روسیه استفاده کنه و به ترتیب روسا و چینایا و ایرانیا نمی که دست امریکا در این دراز باشه اصل قضیه افغانستان مشکل افغانستان اینجاست اینجا حاکمان فیلی هم به قصه ملت نیستن اگر به قصه ملت می بودن نیم پیکر از از حقوقشان محروم نمی کرن. شما ببینید استعمار کنه و استعمار نو در پی عزیزتم که چی تو مردم به سواد نگاه دارن تا که اونا بتانن به امیال خود به اداف خود برسن شما ببینید که بعضی مجاهدین سابقه در این تلویزیون شما و تلویزیون ها دیگه ظاهر میشن که برای ما گفته میشه در پاکستان که شما پلار از بین ببرین بندای برق از بین ببرین پایای برق از بین ببرین آل میانم و ها اعتراف میکنن خوی شما ببینید که چقدر اینا جایل بودن و حال هم این می کشور ها مثلا شما ببینید نمایندی چین اعلام میکنه که شما ادعا میکنین آقای نادم در کجا اعتراف شده شما میدانید که حاکمان امارت اسلامی همواره مطرح کردند که به دنبال رفای مردم افغانستان هستند و البته در تلاش هستند تا خلاهای موجود در افغانستان هم پر بسازن رفاه رفا در, در بیسواد ماندن مردم رفا است شما حرفای مرحوم قریب را سلیمه میگو من مادرزاد کور نبودم اگر مادر من یک زن باسواد و با دانش بود به چشمای من تنباکو بسته نمیکرد که من کور میشدم این همه که درس است برای ما و شما بنان کجا از این به سال عدالت است که شما نیمه پیکر جامعه را در خانه بشانید حق کار ندید شما در کدام جای دید دنیا دیدین که به به هر فردش که با دکترا داره ماستری داره به با دوازده خوانده با هشت خوانده به نام زن است تو یک نو ماش شما در کدام سی دنیا دیدین که حقوق تقاوت مردم را نته چل سال یک آدم خدمت کرده از معاشش پولش گشتانده شده ولی پول برش داده نمیشه اما اما این مشکلات داخلی آقای نادم میدانیم که خلاها وجود داره و امارت اسلامی هم بارها نماینده هایش و مسئولینش مطرح کردن که در تلاش پر کردن خلاها هستند منظوری است که در نشسته که حالا امروز و فردا در دوحه قطر جریان داره و بالایش رایزنی صورت میگیره چقدر میتونه تاثیرگذار باشه حداقل بر امین مسائلی که شما حالا دارین یاد میکنین و بارها مردم افغانستان هم خواستار شده و برای پر کردنش صدا بلند کردن بانی شریفی عزیز صداها را او طالبای بلند میکنه که اونا اصلاح طلب هستن میخوایند و اکثریت هم هستن ولی متاسفانه که افغانستان چل میلیون نفوسی و نمی طالبای اکثریت که اصلاح طلب و تاول طلب هستن یا صدای خودش چرا بلند کردن نمیتونن اینا صدا را بلند میکنن که به نمیکنه انمی گیره ده کجاست هر ما بتانیم امی گیره رو واز بکنیم انمی سرنخ پیدا کنیم در این صورت ما به نتیجه میرسیم جای شک نیست که مثلا در دو اضافه سی کشور نماینده در افغانستان نماینده هایشان به افغانستان اشتراک میکنه در اینجی. واقعا که یک نتیجه باید بالاخره به یک نتیجه میرسیم بله و شما و... صحبت های آقای امین هم پیشتر شنیدین که گفتن این نشست میتونه که حداقل رهکار را برای افغانستان ایجاد بسازه تا افغانستان از او استفاده بکنه و بتونه که به نتیجه ملموس برسه ما... ما هر تو است که ما از هر روزنه باید استفاده مثبت به کشور خود کنیم ولی مثلا پیشتر خوار ما روگل گفتم که به که بیترین اشخاص و فهمیده را مثلا به این نشست روان میکردن چون تمام دنیا در اینجا از و سرمایشی ملل ماتید اشتراک میکنه به اون صد باید که آیت میرفت شما دیدین در, در وقت اشرف غنی هم که آیت این کرد به اصطلاح بچه دوستوم و بچه عطا نور و ای تا بچه کار روان کردن نتیجه شما و شما دیدیم آله هم باید در این نشست ها که بسیار رو فهمیده را نیست که طالب در باشه طالب و غیر و طالب باید میکرد که بالاخره ما یک نتیجه میگرفتیم از این نشستا سپاس گزارتان آقای امین شما صحبت های خان شنیدین گفتن سرنوشت افغانستان در غیاب مردم افغانستان در طول تاریخ رقم خورده میخوایم بپرسم امین سناریو از کجا آمده چرا قضی افغانستان همیشه به دست بیرونی ها رقم میخوره و دیگران میاین بر سرنوشت افغانستان بازی میکنن یا حداقل میسازن که چی باید رخ به تیاچی رخ رو نده. امی کشمکش ها یعنی و نبود میکنه که افغان ها اجازه نمیدن پشت درهای بسته کسای دیگه و سرنوشتشان تصمیم بگیرن یک بیداری ایجاد شده ولی نیاز به یک مدیریت قانونمند داره من مطمئن هستم که در سطح ملی و بین المللی این آگاهی هم،, هم, کشورهای منطقه افغانستان را درک میکنن و هم افغان ها چی در داخل و چی در خارج درک میکنن اشتباهات خود درک میکنن نیم قرن است که دنیا در رابطه با در رابطه با افغانستان درگیر هستند الان هم به این نظر هستن که افغانستان یک تهدیدی برای نظم منطقه و جهان است ما مطمئن هستم که این نشست ها باعث میشه که ما با دلایل روشن تصویر واقعی افغانستان را به جهان ارائه بکنیم و ما مطمئن هستم که دیگر بار دیگر تکرار میکنیم که دیگر پشت درهای بسته نمیشه در رابطه با قضایای افغانستان تصمیم گرفت قرن 21 قرن گفتگو است قرن ارتباطات است قرن جنگ و دعوا و زورگویی و استبداد نیست هر ج... وقتی که شما از یک از یک صفحه به صفحه دیگر وارد میشین از زمان جنگ به مدیریت میرین طبیعی که یک خلای به وجود میاد تا زمان میبره که ما فرهنگ حکومت داری روند سیاسی ارتباطات بین المللی میارهای شناخته شده اینها یک زمان میبره که ما خود با اینها وصل کنیم بر حال ما فکر کنیم که خوشبختانه نه روسیه در صدد ایجاد یک جنگ دیگر در افغانستان است و نه امریکایی ها در صدد مشتعل ساختن جنگ در منطقه است و حتی نه کشورهای منطقه جنگ به نفعشان است این اینجا یک مدیریت قانونمند و یک دیپلماسی بسیار قوی به کار است که حدی اقل هایی که در میان اخشار جامعه ایجاد شده و ای به صورت قطع از بین بره و تصمیم برای بازگشت یا مهاجرین اتوای کشور ما که صدها و میلیون انسان در بیرون از کشور هستند اینا برگردند و یک و یک ساختار سیاسی تعریف شود که تمام فرهنگ های مسلط در جامعه گرایش های متنوی تحت چتری یک روند سیاسی بتوانند در افغانستان حضور خود جایگاه خود به دست بیارند این زمینه ها عدودا مساید شده ولی تلاش مایس و باور مامیس و تعداد و, و برداشت ما از کشورهای منطقه یا حداقل درخواست ما از کشورهای منطقه و جهان و با وجه سازمان ملل متحد است که یک راهکاری معقولی که به سیاست افغانستان یا به منافع ملی ما سازگار باشه و بتانیم یک روند ارتباط با یک ارتباط بین الافغانی و بین ای، و بین و ارتباط افغانستان با جهان مساعد کنه و این راکار باید تعریف شود بله شما از گزارش که از سنر لی مطرح شد پیشنهاد و راهکار که ارائه شد و بعدش قطنامه 27 21 آگاه هسته نشست دوم دو هم گفته می شد که تلاش ها بر امین صورت میگیرد تا نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گماشته شود چون از او راهکار جامعه جهانی کشورهای منطقه و فرامنطقه و اینجا امارات اسلامی استقبال کرده بود تنها موردی که امارت نقص داشت و به او ایراد داشت که میگفت نباید انجام شود تعیین نماینده ویژه بود حالا چرا باز هم مردم افغانستان یا حداقل جهان برای افغانستان به دنبال ازی باشه که راهکار تازه اگر امان رهکار مناسب بود چرا عملی نمیشه ببینید سه تا نماینده ویژه ای که بسیار تاثیرگذار بودن در جهان منطقه خصوصا در رابطه با افغانستان در نیم قرن گذشته معرفی شد بینان سیوان، لخزر ابراهیمی و دکتر خلیلزاد اینا بسیار صلاحیت عمده داشتن در حوزه بین المللی ولی نتایج کارشان ما میپذیریم که به نفع مردم افغانستان و به نفع صبات در منطقه نبود و عرکت های و کارهایی که دکتر خلیلزاد انجام داد یک و یک قابل سوال است که در جایگاهش باید پاسخ داده شود ولی باور ما است که بله اگر ما برگردیم به گذشته تاریخ و مشکلات برمیخریم ولی از گذشته باید پنج بگیریم ما در این نظر هستم که یک فرصتی ایجاد شده و با استفاده از فرصت کشورهای خارجی از سربازاش از ای کشور بیرون رفته یک فضای مسالمت آمیز ایجاد شده و از امارت اسلامی هم جدا خوشمندیم که آغوش باز داشته باشه و میکانیزمهایی را تعریف کنه که تا افرادی و یا اتباع کشور که در بیرون از کشور هستند اینها بتونن یک رای تفاهم ایجاد شوه و به کشورشان برگردن و ما در, در سیاست بین المللی یک 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 روشن و روی یک استراتژی باز بتونیم در قضایای بین المللی شرکت کنیم سپاس من مطمئن هستم که این روند ادامه داره هم از طرف امارت اسلامی و هم از طرف کسایی که در بیرون از کشور هستند ممنونتان خانم رهگل وضعیت کنونی افغانستان چی نو رهکار را میطلبه شما اطمن رهکار اخلو هم بررسی کردین و استقبال کاسوی نهادها و کشورهای مختلف هم صورت گرفت را آگاه هستین چون فکر میکنین اون راهکار عملی نمیشه خب یک بند این راهکار میتونه که تعیین نماینده باشه که آقایان پرداختن که نماینده ها کارساز نبودن در طول تاریخ برای افغانستان جدای این دیگر راهکارهایی که در پیشنهاد اغلا گنجانده شده بود چقدر میتونه قابل اجرا باشه و چرا امور روی دست گرفته نمیشه؟ ببینون خانم شریفی با کمال تحصف حاکمان افغانستان سیاسی نه کادرها نه ملت افغانستان نه انسانهای متحد در افغانستان نه حاکمان افغانستان چون متحد به منافع ملی نبودن و استخدام اگر به خود اجازه بتم زیر فرمان و دکته استخبارات کار میکرد بنان متعید به منافع ملی نبود به منافع شخصی بود و طبعا امور احکارهایی که از جانب دیگرها برشان دکته میشد و شکسته و فروریخته در جامعه عمل یا میپوشند یا پوشاند کسی جواب دی نبود در برای, برای ملت در افغانستان و صدای مردم و ملت افغانستان وجود نداشت به اون خاطر رهکارا تغییر میکنه نظام ها از بنیه و اساس پس تغییر میکنه پس کس کسی که قدرت شمشیر داشت او با سر به سر اقتدار میه پشتیبانیش هم از یک اول قدرت و استخبارات میگیره شیرازی مردم افغانستان تاریخ مردم افغانستان و منافع ملی و های ملی و دینی افغانستان قربانی پلان ها و استراتیجی ها و دکترین استخبارات جهانی شده و عمل, عمل،, عمل،, عمل کلی کردنش هم توسط خود افغان ها که تحت نام حاکمان در حاکمیت حضور دارن صورت میگیره خانم اگر, افغان، من... اگر بس را جمع بکنیم بله چه باید شوه؟ خلاها وجود داره شما میگین رهکارهای بیرونی کارساز نیست و منافع ملی افغانستان را زیر پرسش میبره و نقص میکنه جامعه انسانی به قانون و وسیقی ملی ضرورت داره که در اونجا سهم مردم هر فرد در او قانون درد شده باشه و سهم و حقوق مردم و حقوق حکومتدارا و مرجع جواب معلوم باشه وقتی که ما در 20 سال قانون داشتیم او را در الماری قلف کرده بودیم و قدرت جزایر قدرت تعیین سرنوشت مردم می کردن و به یک شکم نان از اشرای می گرفتن و رای هم جانکیری فیصله میکرد و آل به قانون و غیر مشروع حاکمیت پیش میبریم و نصف جامعه اه اه انسانی افغانی را در نظر نگرفتیم حذف کردیم و میگه جایشان در خانه است انتظار اینجا سهم مردم وجود نداره اینجا فقط استخبارات تعیین سرنوشت میکنه وقتی که ملت آگاه باشه ملت گشنست ملت جنگ زده است ملت صدا نداره ملت ارزش نداره آل باز تشکر. علما ارزش داره بنان تا ملت در رأس قرار نگیره تعیین سرنوشت خود نکنه بر قانون استوار نباشه اصلا اینا مت بس نوشتش بازی می شم که سال بازی سپاسگزارتان آقای نادم یاد کردن خانم افغان که کدام راه ها باید دنبال شوه و حداقل مردم باید سرنوشت خودشان را انتخاب بکنن و رقم بزنن چقدر فاصله واقعا داریم با امین سر نوشته که اسوی خود مردم رقم زده خواهد شد یا رقم مط... زده شوه بله متاسفانه که مردم هیچ وقت نقش نداشتن همیشه در غیاب مردم تصمیم گرفته شده امین لازم که شما میریم مثلا در پشت درهای بسته یا در سازمان ملت یا در جلسات مهم بین‌المللی در پشت درهای بسته در مورد سرنوشت افغانستان تصمیم گرفته میشه این معنی است که ملت نه نقش داره نه نقش برای ملت داده میشه شما ببینید این بسته شدن مکتبا این اضافه از یک هزار روز یک هزار تقریبا سی روز شده که بسته است خب این گفتن امر سنی من مطمئن هستم که از بالا از کندار امر سنی گفته نشده و این تکتیک این دگرای که اصلاح طلب هستند و طرفدار تحصیل هستند این اضافه کردن که امر سنی که هم دهن مردم بتانن چوب بکنند و هم جامعه جن... جنی رو قناعت بدن که امر سنیز مای مکتبه واز میکنند در صورت گوت نیست قاطع همه شده که بسته کنند و نه رای حل است که این کسایی که در قدرت هستند و طالب هستند در عبری هستند و اصلاح طلب هستند که صدای خود گاه گا از طریق رسانه ها میکنند این امنا باید یک شورا یک کمیته تشکیل بدن به شکل بسیار تویی و مصمم برن به قندهار همراه را از رابر خود گپ بزنن که برادر چی گپ است که ما, ما مردم به و گرفتیم و یالت سر ملت آوردیم چون ببینید که سه سال یک کشور به شکل سرپرستی داده میشه چرا همین هم معلوم میشه که زیر کاسه نیم کاسه است که چرا مثلا حکومت اعلان نمیشه چرا قانون اساسی پاس نمیشه چرا ما سرود ملی نداریم چرا ما بیرق ملی نداریم این همه که سوال است که باید این دوستایی که در رابری هستن مثل ملا برادر مثل وزیر دفاع وزیر داخله دیگه دوست هایی که هستن اینا باید برن یک کمیته قوی یک شورا تشکیل بدن از حق خود و حق ملت سبس. افغانستان دعا کنن دفاع بکنن و قناعت بدن رابری را که افغانستان از این حالت خلاص بشه شما سیستم بانکای ما مختل اقتصاد ما درهم و بردم افغانستان ارتباطی با دنیا نداره به رسمیت شناخته نمیشه تبیز که بارشه مردم افغانستان میبره سپاس گزارتان آقای امین میدانیم که در زمانی که گفتمان سال هم انجام میشد مردم افغانستان چشم انتظار بود و براینده شدیدیم امین گونه بند هم افغانستان شاهدش بود و براینده هم تجربه کرد فکر میکنین این بار این گفتمان دو ها چقدر میتونه به درازا کشانیده شود و برایندهش به افغانستان در نهایت چی خواهد بود؟ خب اگر ما تصامیم جهانیشه در نظر بگیریم باید. از کنفرانس جنی و بان دوها و دوهای دوم و سوم هیچ کدام از ارتباطی با مردم افغانستان نداره و این سازمان است که در بیرون از کشور این نشست ها را سازمان میدن ولی بله ما میپذیریم که کاش که این نشست ها به سطح بسیار وسیع در شهر کابل و یا در یک از ولایات های افغانستان دایر بشه و پیرامونی اوزای افغانستان در داخل کشور صورت صحبت صورت بگیره تا ما در قضایای بین المللی به عنوان یک کشوری مستقل و آزاد شرکت کنیم و در فضای بین المللی نظریات پیرامون امنیتی جهانی پیرامون اقتصادی جهانی و پیرامون پیشرفت جهانی صحبتی داشته باشیم نباید ما در تمام جلسات بین المللی دستمان دراز باشه که به با ها کمک صورت بگیره حقوق بشر در افغانستان نقض شده کشورها ما را حمایت کنند ما اصلا از لحاظ واقعا از هر لحاظی که بگین این دیدگاه و این دیدگاه ها و این نشست ها نمیتونه به نفع کشور باشه ولی به هر حال در کوتاه مدت هدف که هر هر قسمی که فکر کنیم از این نشست ها باید ما به نفع کشورمون استفاده کنیم ولی بله. الان افغانستان یک فضای ایجاد شده و می امی فضا را ما نباید از غفلت بگرانیم و همه افغانهای های ما باید گردی هم جمع بوده باشند و یک تصویری واقعی از کشور رقم بخوره و یک ساختار سیاسی که مثلا. بتانه جوابگوی همه نیازمنده های افراد کشور مان در داخل و بیرون از کشور باشه سپاس مهمانان گرامی سید مقدم امین آگاه روابط بین الملل خلیل احمد نادم آگاه سیاسی و راهگل افغان فعال حقوق زن از حضورتان در برنامه و این که فرصت گذاشته